فقط خبرها. در عرض فهرست درگذشتگان کرونا در ایران، گزارش ویژه بی بی سی نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه 42,000 نفر جانشان را از دست دادند. اسم من جمشید شارمهد است و وزارت اطلاعات ایران از دستگیری رئیس گروه سلطنت طلب خبر داد. رسانه‌ها می‌گویند فرد بازداشتی جمشید شارمهد است. دو روز بعد از گردهمایی خبرساز هواداران طالبان در تهران، پلیس می‌گوید عوامل انتشار تصاویر این تجمع دستگیر شدند. و هوای گرم و آفتابی در اروپا رعایت فاصله اجتماعی را سخت‌تر کرده. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بر اساس اطلاعاتی که از ایران به دست بی بی سی فارسی رسیده، آمار واقعی قربانیان کرونا تا پایان تیر ماه به حدود 42,000 نفر رسیده، تقریبا 3 برابر آمار رسمی. بررسی فهرست‌ها نشان میدهد مجموع مبتلایان هم تا پایان تیر ماه، یعنی 11 روز پیش، بیشتر از 450,000 نفر بوده، یعنی 1.5 برابر آمار رسمی. آنچه حالا با داده‌های درس کرده مشخص می‌شود این است که کم شماری درگذشتگان به دلیل نبود اطلاعات یا کمبود امکانات آزمایشگاهی نبوده، بلکه مقام‌های ایران به عمد آماری کمتر ارائه کردند. گزارش همکارانم هم در بخش شبکه‌های اجتماعی رو ببینید. با به خطر انداختن جانم آمار سراسری مبتلایان و فوتی‌های کرونا را در سراسر بیمارستان‌های کشور اهم از استان‌های قرمز جهت انتشار ارسال می‌کنم. برای جلوگیری از هر گونه نقض حریم شخصی هموطنان بی‌گناهمان، من ستون‌هایی را حذف کردم. این جانب مسئولیت را به شما روزنامه نگاران داده و شما را دعوت می‌کنم این آمار را به هر صورتی که مایلید منتشر کنید. سیاسی بازی ها را کنار گذاشته و حقیقت را انعکاس دهید. شاید بدین طریق بتوانیم جان برخی از بیماران را نجات دهیم. آنیتا شمس همکارم این اطلاعاتی رو که دیدید، از جمله صدایی که شنیدید، راستی آزمایی کرده. در برنامه 60 دقیقه امشب گزارشی از او پخش خواهد شد. ساعت 10 شب به وقت تهران و کابل اون رو ببینید. اما همزمان مقام‌های ایران در آستانه ماه محرم درباره تجمع‌های مذهبی در اماکن سربسته هشدار دادند. رئیس جمهوری ایران گفته برگزاری مراسم باید بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا باشه، چیزی که رهبر ایران هم دیروز بر اون تاکید کرد. در همین حال در شبانه روز گذشته 216 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 در ایران فوت کردند، که نشان میدهد وضعیت شیوع کرونا در کشور همچنان بحرانی است. جزئیات بیشتر در گزارش کسراناچی. طی 24 ساعت گذشته 216 نفر به گفته مقام‌های ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند، که نشان میدهد وضعیت همچنان بحرانی است و در هفته‌های آینده احتمالاً با برگزاری مراسم و تجمع‌های مذهبی بحرانی تر هم خواهد شد. فضا را ما کاملاً فضای حسینی با شور سوگوارانه، اما مناسک عزاداری، نحوه عزاداری خب ممکنه با سالهای پیش متفاوت باشه، به دلیل اینکه ما باید پروتکل ها رو مراعات بکنیم، باید از ماسک استفاده کنیم، باید فاصله رو مراعات کنیم، باید تجمع در یک مکان نداشته باشیم، مخصوصا جاهایی که سر پوشیده است باید بیشتر ما مراعات بکنیم. تمام دستورالعمل هایی که مشخص میشه تا پایان هفته آینده و ابلاغ میشه به همه دستگاه ها، همه باید اون رو مراعات بکنند. حالا شورای هماهنگی هیئت‌های مذهبی کشور در اطلاعیه گفته که بدون مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری هر نوع تجمع از سوی هیئت‌ها ممنوع است. آمار مبتلایان روزانه و تازه به کرونا در گوش و کنار دنیا دوباره رو به افزایش گذاشته است و ایران هم مستثنا نبوده.
اگرچه آمار آن در ایران بالاتر از بسیاری از نقاط جهان است. به گفته مقام‌های ایران طی شبان روز گذشته بیش از 2500 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که نشان می‌دهد این آمار در سطح بالایی کم و بیش به نوعی ثبات رسیده. نکته تازه به گفته مقام‌های ایران این است که بیشترین آمار بستری در دو هفته اخیر متعلق به گروه سنی 20 تا 29 سال بوده. جوان‌ها. روند رسمی آمار فوتی‌ها اما رو به افزایش بوده و به سطحی بسیار بالاتر از اوج آن در پیک اول رسیده. مقام‌های کشور می‌گویند در شهر تهران نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها مکان‌هایی است که افراد فاصله گذاری را کمتر رعایت می‌کنند. شمار مبتلایان در شرق و جنوب شرق تهران بیشتر است. در این شرایط است که بعد از هفته ها بحث و گفتگو بالاخره دولت حالا میگوید امتحان های ورودی به دانشگاه ها را بر اساس برنامه قبلی برگزار میکند. علارغم نگرانی ها. ما برای آزمون های پیش رو هیچ مشکلی برای برگزاری نداریم. گزارش مستندی از تک تک استان ها از دانشگاه و حوزه های برگزاری اخذ شده. نظرخواهی از داوطلبان دکترا که شرکت کرده بودند از طریق سایت سازمان سنجش که طبعا فقط داوطلبان میتونستن وارد بشن اخذ شده. بالای 80% از برگزاری اظهار رضایت کردند. نزدیک به 17000 نفر در ایران تاکنون بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادن. حالا این نگرانی هست که در هفته های آینده این تعداد جهشی تازه پیدا کند. دکتر آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی از نیویورک با ما هست. آقای دکتر، عملا با توجه به اون چه که از مسئولان ایران هم در مورد عزاداری‌ها شنیدیم، فرض بگیریم اگر کسی الان بخواد در این عزاداری‌ها شرکت بکنه، آیا جان خودش رو داره در خطر میندازه؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، مهم اینه که ما بدانیم بیماری کووید 19 درسته که برای 80% بدون درمان خود بدن اون رو از بین میبره، ولی بدانیم در کنارش 1 تا 3% مرگافرینه. پس یک بیماری مرگافرین داریم راجبش صحبت میکنیم که درست است که ماسک میتواند جلوگیری کند از گسترش بیماری، از ابتلا به بیماری، ولی ماسک های جراحی یا ماسک هایی که در خانه تولید میشن به هیچ عنوان 100% نمیتونه از انتقال بیماری پیشگیری کنه. پس هم بیماری منتقل میتونه بشه و هم کشنده است. وقتی به الگوی شیوع نگاه میکنیم، مشخصا میشه دید که در حتی کشورهای اروپایی، همینطور در آمریکا، یه موج دومی شروع شده که به نظر هم میرسه بزرگتر هست از اون چی که در موج اول دیدیم. در ایران هم بسیار میشنویم راجع به اون. آیا باید هر موجی که اتفاق میفته ممکنه که از آن چی که در موجهای قبلی میبینیم بدتر باشه؟ ببینید، نگرانی از موج‌های بعدی به این خاطره که چون اول بیماری ناآشناس، نوپدیده، مردم یک توجه ویژه بهش میکنن و به خاطر سیاست‌های درست و منسجم و تمکین مردم نسبت به اجرای پروتکل‌های پیشگیری این موج اول جلوش گرفته میشه. ولی اونجایی که مردم سهل‌انگاری میکنن یا سیاست‌ها متناسب با نیاز آن زمان مردم نیست، اون موقع باعث میشه که این فاصله‌های اجتماعی برداشته بشه، مردم سهل‌انگاری کنن و گسترش بیماری خیلی بیشتر بشه. و چون گسترش بیماری زیاد میشه، تعداد مبتلایان زیاد میشه، به تناسب تعداد مرگ و میر هم زیاد میشه. به این خاطر موج‌های دوم و سوم خطرناک‌تر هستند. ممنونم از شما آقای علایی. دکتر آرش علایی مدیر انستیتو بهداشت جهانی با ما. وزارت صحت افغانستان از ثبت 35 مورد جدید ابتلا و مرگ یک نفر بر اثر ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. اطلاعات منابع رسمی حاکی از کاهش شیوع کرونا در افغانستان است، اما نهادهای مستقل میگویند دلیل پایین بودن آمار رسمی مبتلایان کم بودن آزمایش‌های روزانه است. خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس سینمای ایران، در 79 سالگی بعد از ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. آقای سینایی در بیمارستانی در تهران بستری بود. او بیش از 120 فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند ساخته بود. این کارگردان بیشتر فیلم‌های خود را بر پایه واقعیات اجتماعی استوار می‌کرد و شیفته سینمای مستند بود.
در ایران رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید گروه ویژه اقدام مالی FATF به تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌های بین‌المللی از آنها خواسته هر نوع مبادله مالی با ایران را کنترل کنند. محمد رضا حریری گفته این کشور امکان هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین را ندارد. به گفته او پکن از ارائه خدمات بانکی به ایران خودداری می‌کند. وزارت اطلاعات ایران میگوید رهبر یک گروه مخالف حکومت این کشور را که در آمریکا مستقر است دستگیر کرده. در بیانیه این وزارت نامی از فرد بازداشت شده نیامده، ولی خبرگزاری های ایران او را جمشید شارمهد معرفی کردند. در متن همسانی که این خبرگزاری ها منتشر کردند، گروه تندر به رهبری آقای شارمهد متهم شده که در چند حمله مرگبار در سالهای اخیر در ایران دست داشته. جمشید شارمهد در این ویدیو که حدود 11 ماه پیش در یوتیوب منتشر شده میگوید مدیریت گروهی به نام انجمن پادشاهی را بر عهده دارد. اسم من جمشید شارمهد است و مدت 11 سالی هست که مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های انجمن پادشاهی را به عهده دارم و یه جورایی سخنگو هستم در خارج. خیلی ها انجمن پادشاهی رو با چهره من میشناسن و خیلی ها با چهره استاد فرود فولادوند. پیشتر گفتگوی داشتم با همکارم پوریا ماهرویان و از جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم. مجید، جزئیات خیلی زیادی در دست نیست. وزارت اطلاعات خیلی به صورت قطره چکونی اول اومد گفتش که ما سرکرده یک گروه تروریستی رو گرفتیم، بعد کم کم اومد گفت اسم این گروه تندره و حتی هنوز وزارت اطلاعات تا الان اسم آقای شارمهد رو نگفته، ولی خبرگزاری نزدیک به سپاه و خبرگزاری داخل ایران رسمی گفتن جمشید شارمهده. و در یک سری مطالبی که در وبسایت‌های دیگه از گذشته چاپ منتشر شده، آقای شارمهد رو مسئول این گروه میدونه. گروه تندر میدونیم یک در واقع اسم رادیو یا وبسایت انجمن پادشاهی ایرانه. آقای شارمهد خودشو مسئول این انجمن الان میدونه، بعد اینکه آقای فولادوند ناپدید شد. البته اختلافات زیادی هست، کسای دیگه میگن که آقای شارمهد ربطی به این گروه نداره. خود آقای شارمهد هم در همین ویدیو کوتاهی که دادیم میگه من سخنگوی این انجمن هستم و بعضی ها منو انجمن رو با چهره من میشناسن، بعضی ها با آقای فولادوند. ولی هنوز مشخص نیستش که آقای شارمهد اگه خودش بوده که دستگیر شده اونطور که وزارت اطلاعات میگه، کجا و چجوری دستگیر شده. از نوع ادبیاتی که بیانیه وزارت اطلاعات صادر کرده میشه فهمید که حد زد که هنوز آقای شارمهد وارد ایران نشده، احتمالا خارج از ایران و احتمال خیلی زیاد در یکی از کشورهای همسایه ایران بازداشت شده، ولی هنوز به ایران منتقل نشده. نکته جالب این که این دستگیری خارج از کشور وزارت اطلاعات انجام داده. در دو سه سال گذشته که خبر دستگیری مخالفان جمهوری اسلامی زیاد میشنویم، یا کسایی که به نوعی محکوم میشن بعداً در جمهوری اسلامی، مثلا روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز یا محمود موسوی مشک که چند هفته و یکی دو هفته پیش به جرم جاسوسی از سپاه، فرماندهان سپاه بازداشت شد و اعدام شد، دو سال پیش حدوداً بازداشت شده بود. اینا را اطلاعات سپاه در واقع بازداشت میکنه و منتقل میکنه به ایران، ولی این یکی جز معدود دفعه‌ای که در یکی دو سال گذشته وزارت اطلاعات فعالیت خارج از کشور داشته در زمینه بازداشت و انتقال یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به ایران. خیلی ها شاید نام انجمن پادشاهی رو با فرود فولادوند میشناختن و بعد از اینکه اون ناپدید شد کمتر از این گروه کلن حرفی شنیده می شد یا کمتر در زبانها بود. چه شد این گروه در این مدت چه کرده و جمشید شارمهد به هر حال چقدر وقته که این گروه رو به قول معروف اونطور که خودش میگه سخنگوش هست؟ بله، همونطور که گفته آقای فولادوند نفر اصلی در به نوعی پایگزار این گروه بود، یک گروه سلطنت طلب که برخلاف بسیاری از گروه های سلطنت طلب جمشید شارمهد است و طرفدار پادشاهی و به سلطنت رسیدن رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران نیستند و میگن بین یکی از دختران و پسران ایرانی باید انتخاب بشه.
شاه آینده ایران. آقای فولاد، من سال 85 در مسیری که میگفت من دارم میرم ایران همراه با دو نفر از همراهانش ناپدید شد. گفته میشه که احتمالاً بازداشت شده و سال 85 در زندان جمهوری اسلامی، پسرش تقریباً اینو تایید کرده، میگه وزارت اطلاعات یا مقامات امنیتی بهش گفتن که پیگیر سرنوشت پدرش نشه، ولی در داخل ایران ادعا میشه که احتمالاً او در اسرائیل به سر میبره. بعد دستگیری آقای یا ناپدید شدن آقای فولادوند، نام انجمن پادشاهی چندین بار شنیده شد. مشخصترین و مهمترینش در جریان رخدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. مشخصاً چند نفر دستگیر شدن، دو نفر به نام آرش رحمانی پور و محمد رضا زمانی علی زمانی، گفتن که اینها اعضای انجمن پادشاهی هستند و قصد داشتن در بمب‌گذاری که سال قبلش، یعنی سال 87 در تکیه سیدار شهدای شیراز اتفاق افتاده بود و 14 نفر و چندین نفر کشته شدن و چندین نفر هم مجروح شدن، این دو نفر دست داشتن و همون سال اعدام شدن. دو گروه در انجمن پادشاهی نظرات مختلف داشتن. یک گروه که خانم روزیتا منطقی صبح میگفت من سخنگوی انجمن پادشاهی هم، میگفت این دو نفر ربطی به ما نداشتن، انجمن پادشاهی هیچ نقشی در این بمب‌گذاری نداشته. و یک گروه هم به رهبری آقای جمشید شارمهر میگفتن که این دو نفر از اعضای انجمن پادشاهی بودن. بعدها یک در داخل ایران ادعا شد که یک سری اتفاقات دیگه هم افتاد. این گروه طراحیایی کرده بودن برای بمب‌گذاری در جای مختلف، حرم حضرت معصومه، آرامگاه آیت الله خمینی، و گفتن که حتی نقش داشتن در ترور آقای علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران، ولی هیچ کدوم از اینا ثابت نشد و انجمن پادشاهی بیشتر اینا رو تکذیب کرد. پوریا ماهرویان بود. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. اطلاعاتی به دست بی بی سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه 42,000 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. رسانه‌های ایران به نقل از وزارت اطلاعات از دستگیری رئیس انجمن پادشاهی خبر داده و فرد بازداشتی را جمشید شارمهد معرفی کردند. در ادامه این برنامه، هوای گرم و آفتابی در اروپا که رعایت فاصله گذاری اجتماعی را سخت‌تر کرد. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران گفته عاملان تولید و انتشار تصاویر گردهمایی گروهی با پرچم طالبان در پارک ملت تهران دستگیر شدند. دیروز در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد عده‌ای با پرچم سفید گروه طالبان در پارک ملت در شمال تهران تجمع کردند. این تجمع همزمان با آتش‌بس سه روزه دولت افغانستان با طالبان به مناسبت عید قربان بود. همکارم رجا اسدی موضوع رو دنبال کرده، از لندن با ما هست. روزا کمی بهمون بگو اون عکس شاید خیلی ها رو متعجب کرد از این که این گروه در تهران با پرچم طالبان میان و عکس میگیرن. مجید، دیروز یک شهروند افغانستانی ساکن ایران در پارک ملت از این عده عکس گرفته بود. خودش میگه بین 70 تا 80 نفر بودن و پرچم طالبان رو بالا گرفتن و این عکس در فیسبوکش منتشر کرد و بعد بی بی سی فارسی این خبر رو پوشش داد و بعد از پوشش بی بی سی فارسی خیلی از رسانه‌های دیگه سراغ خبر رفتن و خبر رو منتشر کردند. داستان از این قراره که پلیس، رسانه‌های ایران توضیح میدن که پلیس رفته و این ادهشون رو دستگیر کرده و اینطور دارن میگن که این خبر نباید پوشش داده میشد، برای اینکه ممکنه هر جا هر کی بره یه پرچمی بالا بگیره و این به معنی نیست که پرچم طالبان یا پرچم داعش در ایران مثلا برافراشته شده یا در لندن برافراشته شده. اما در مقابل این نظر ادهی از کاربران صحبت‌های مختلفی میکنن. ادهی میگن خب در ایران موضوع حساس‌تره. در ایران افغان‌ها از تجربیات خودشون میگن حتی افغان‌هایی که اجازه اقامت دارن حتی نمیتونن با لباس محلی خودشون در سطح شهر حاضر بشن، به خاطر اینکه مامورانی هستن که به اصطلاح بهشون میگن افغانی بگیرها، که همش در جستجوی افغانها هستن که اقامت غیرقانونی دارن که اونها رو به اصطلاح بازگردونن به کشورشون. بنابراین اتفاق همچین اتفاقی خیلی نادره که عده‌ای با این جمعیت با لباس محلی وارد بشن و پرچم طالبان رو بالا بگیرن. حالا این عده میگن پیش این توضیح رو در
قبال این موضوع دارن که حتما حکومت ایران، مسئولان ایران از این موضوع اطلاع داشتن و و این افراد پشتشون گرم بوده که تونستن همچین کاری انجام بدن. با اینکه بارها هم گزارش هایی داشتیم در چند سال گذشته که نشون میده حکومت ایران، گزارشات غیر رسمی حکومت ایران با طالبان در ارتباطه. برای همین این قضیه خیلی حساسه و کاربران میگن این موضوع فرق داره که مثلا در لندن یکی بره پرچم داعش رو بلند کنه و نباید اصلا انقدر مهم باشه و کسی بهش اهمیت بده. البته در همین جا هم اگه این اتفاق بیفته عملا اعتراض های زیادی خواهد شد، یعنی حداقل در شبکه های اجتماعی بسیار سر و صدا خواهد کرد. در این مورد هم نکته جالب اینه که فعلا عاملان تولید و انتشار این تصاویر دستگیر شدن. رئیس امنیت ملی این حرف رو زده که عاملانش دستگیر شدن و همین یکم سربسته صحبت کرده ولی توضیح خاصی نداده. بعضی از کاربران استنباط کردن کسی که این عکس رو گرفته اون شخص دستگیر شده، نه کسایی که در تجمع شرکت کردن و پرچم بالا گرفتن. هنوز این موضوع درست روشن نیست و خیلی اشاره کردن در کاربران که در ایران این طالبان کسایی هستن که سال 77 وقتی که طالبان کنترل مزار شریف رو به دست گرفتن حدود بیش از 10 نفر از دیپلمات ها و روزنامه‌نگاران ایرانی رو در کنسولگری ایران در مزار شریف به قتل رسوندن و حالا میان پرچمشون رو در ایران بلند میکنن. بعضی هم نوشتن، بعضی از ایرانی ها هم نوشتن خطاب به مردم افغانستان که این رو از دید ما مردم افغانستان نبینید، ما هم از بنیادگرایان متنفریم چه در افغانستان باشه چه در کابل باشه. و این قضیه ابعاد سیاسی گرفته و واکنش های مختلفی در بر داشته. ممنونم از روژه اسدی همکارم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته میخواد شبکه اجتماعی تیک تاک رو در این کشور ممنوع کنه. یک شرکت چینی مالک این شبکه اجتماعیه که طرفداران زیادی داره و برای اشتراک ویدیو از اون استفاده میشه. روابط چین و آمریکا در ماه‌های اخیر به طور بی سابقه پرتنش شده. با این حال ساعتی پیش از اظهارات تازه آقای ترامپ برخی رسانه‌های آمریکایی خبر داده بودند که شرکت مایکروسافت پیشنهاد خرید تیک تاک رو به مالک چینی اون داده. کامیز فتایی همکارم از واشنگتن با ما هست. کامیز، آقای ترامپ دلایل این که گفته میخواد این شبکه رو یا تیک تاک رو در آمریکا ممنوع بکنه دلایلش چه است؟ این بار خیلی صریح نگفت، منتها دلایلش رو میشه گفت. سه هفته پیش گفته بود که من خواهد کرد و اون هم در تلافی به اون چی که قصور چین در شیوع همه‌گیری ویروس کرونا میدونه، ضربه‌ای که گفته اونها چینی‌ها به آمریکا زدن و اون هم می‌خواد این ضربه رو به در واقع شرکت‌های چینی بزنه. البته این رو باید اضافه بکنم که در آمریکا نگرانی در مورد این شبکه اجتماعی بسیار پرطرفدار فراجناهی هست. عده‌ای از جمله در سازمان‌های اطلاعاتی اون رو در عمل میگن که یک سرش به سازمان‌های اطلاعاتی و حزب کمونیست چین وصل هست، چرا که موظف هست داده های کاربران رو به دولت چین تحویل بده بنابر قوانین این کشور. و ایده دیگر هم خشمگین هستند که چرا تیک تاک سانسور میکنه، گفته اینها مسائلی مانند اعتراضات هنگ کنگ رو. بنابراین میشه گفت یک ائتلافی شکل گرفته علیه این شبکه اجتماعی که حالا ببینیم. آقای ترامپ هم شب گذشته البته به رفت آمریکا اعلام کرد که قصد داره ظاهراً امروز با صدور فرمانی این اپلیکیشن رو ممنوع بکنه. و در این چند ساعت گذشته آیا واکنشی هم داشته این مسئله؟ خب به نظر میرسه که کاربران تیک تاک که کم هم نیستن، بیش از 100 میلیون هستن در آمریکا، چندان خوشحال نباشن. اما این شرکت میگه که نگرانی ها در مورد مسئله حفاظت از داده های این شرکت که مدیر عامل هم شاخش در آمریکا مدیر عامل آمریکایی هست، میگن اینها در واقع توجیه پذیر نیست چرا که سرورهای تیک تاک در آمریکا در داخل آمریکا اطلاعات بگفته اینها به چین نمیره و بسیار پرطرفدار هست. میگن که 10,000 فرصت شغلی در پی ایجادش بودند و به هر حال اتهامات رو دارن رد میکنن. اما به نظر میرسه که این اقدام احتمالی آقای ترامپ که به نظر قریب الوقوع میاد شاید خبر خوشی باشه برای شبکه‌های مثل فیسبوک یا اسنپ که رقیب تیک تاک هستند در آمریکا. ممنونم ازت کامیز فتایی همکارم از واشنگتن با ما. یکی دو روزیه که کشورهای اروپایی موج گرمای کم سابقه رو تجربه میکنن، از جمله بریتانیا، فرانسه و بلژیک. اما این تابستون با تابستون‌های دیگه فرقی اساسی میکنه، اونم به دلیل شیوع کرونا، قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی که خیلی از تفریحات تابستونی رو با مشکلاتی همراه کرده. تیم آلمن گزارش میده. در بریتانیا چنین روزهایی نادرند. آسمان آبی، هوای گرم و ساحل‌های شلوغ.
اما همگیری همچنان ادامه دارد و مسئولان نگرانند که عده زیادی برای آفتاب گرفتن به اینجا بیایند. در برایتون در جنوب بریتانیا شهرداری های محلی از مردم خواستند به ساحل نروند. در سراسر اروپا هم وضعیت همینطور بوده. اینجا در بلژیک دریا و ساحل مملو از جمعیت است. اقداماتی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت انجام شده، اما اجرای قوانین به نظر مشکل است. مردم هنوز در تعطیلاتن و محدودیت ها کمتر شده. امیدوارم توریست ها مراقب باشن. در روم مقام ها خواستند که افراد مسن و کودکان در خانه بمانند. تعداد بازدید کننده ها کمتر شده. بیشتر مردم محلی برای دیدن شهر زیبایشان به این خیابان ها آمده بودند. در مادرید بعد از افزایش ناگهانی تعداد ابتلا، ماسک زدن اجباری شده است. البته در این هوا ماسک زدن خوشایند نیست، اما لازم است. گرما شدیده و با ماسک عرق می‌کنیم، اما چون اجباریه و برای محافظتمونه باید ماسک بزنیم. همش باید صورتمونو پاک کنیم. اینجا در لیون فرانسه دما به 41 درجه سانتیگراد رسید. قرار است امروز بالاتر هم برود. فواره ها حالا برای خنک کردن انسان ها و بهترین دوستانشان مفیدند. تیم اولمن، BBC نیوز. تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت ما ببینید با آدرس bbcpersian.com. برنامه های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در همین وبسایت ببینید. اگر سری بزنید به وبسایت ما همین حالا میبینید که پربیننده ترین خبر ما خبر درگذشت خسرو سینایی است، کارگردان و فیلم نام نویس سینمای ایران که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری بود. از او، از جمله فیلم هایی که او ساخته، عروس آتش رو بسیاری از ما به خاطر داریم و امروز درگذشته در تهران. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.